إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 14 هم و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت و گفتگو مورد بحث قرار میگیرد. در آیات پیشین بحث در این بود که حضرت باری تعالی فرمود ما در میان بنی اسرائیل نقبایی و رهبرانی و رازآشنایانی رو فرستادیم، به این شیوه پیمانی با بنی اسرائیل گرفتیم که اینها در این مسیر هدایت رهطی کنند و زندگی اینها در مجرا و مسیر هدایت الهی قرار گیرد. اما فبما نقضهم میثاقهم، هرچند دستور کامل بود که در آیات قبلی آیه 12 و اون 5 سرفصل رو گفتیم که این نقبا چه چیزی میخواستن، این رهبران جامعه رو به چه اموری دعوت کردند، اینها گفته شد. اما فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، اینها چون نقض کردن پیمان الهی نتیجه این شد که از رحمت خداوند دور شدن و دلهای اینها و جانهای اینها هیچ قابلیت نفوذ نداشت و قاسیه شد، انعطاف را از دست دادند. طبعا یحرفون الکلم عن مواضعه، و اینها اون کلام خداوند و وحی رو از جایگاه های خیش دور کردن و تحریف در کلام خداوند قائل شدن و گفتیم این تحریف یا تحریف لفظی بوده است یا تحریف معنوی. خب این مطلب گفته شد و آیه به پایان رسید. بعد در آیه 14 هم که الان تلاوت کردیم فرماد و من الذین قالوا انا نصارا، و از اون کسانی که اینها گفتند ما نصارا هستیم یعنی مسیحیان. خب با این جمله و تلیعه آیه متوجه میشیم که آیات قبلی در رابطه با یهودیان بود و این آیه در مورد جماعت مسیحیان است. و همچنین من الذین قالوا، از اون کسانی که گفتند انا نصارا، ما نصارا هستیم. لحن خداوند در تعبیر از هر دو گروه تا حدی متفاوت هست، یعنی ما در مورد مسیحیان میبینیم اینجا سخن ملایم تر از یهودیان به میان می آید و گفته می شود، این قابل توجه است. فرمود که از یهودیان اون کسانی که قالو انا نصارا، ما نصارا هستیم،
یعنی خود رو نصارا معرفی میکنن. گاهی گفته شده است اینکه به پیروان عیسی مسیح در قرآن نصارا گفته میشود دو ریشه دارد. یک اینکه احتمالاً چون خود عیسی رو عیسی ناصری میگفتند و به این علت که زادگاه عیسی یا اون محل نشو و نما و بزرگ شدن جناب عیسی ابن مریم در کودکی ناصره بوده است، یه منطقه محدودی همان نزدیک بیت لحم، همان که در متن متون کهن مقدس هم آمده است. لذا پیروان عیسی ناصری رو نصارا میگویند. این یه احتمال. احتمال دوم این که به دلیل این که هنگامی که عیسی دعوت خودش رو بازگو فرمود یه جماعتی لبیک گفتند و جناب عیسی مریم تقاضای نصرت کرد، من انصاری الالله، کیست ناصر و یار من به سوی خداوند؟ اونگاه جماعتی گفتن نحن انصار الله، اون حواریون گفتن ما انصار اللهیم، اینا شدن نصارا، اینا شدن کسانی که نصرت میدهند عیسی رو. و بعد به همین جهت مسیحیان هم بعد از این نصارا نامیده شدن. این دو زیربنا در این نامگذاری وجود دارد. خب از اینها هم گروهی بودند که اخذنا میثاقهم، میثاق اینها هم بسته شد، رسولان اینها هم اومدن، وحی هم به اینها گفته شد، اما فنسوا حظاً مما ذکروا به، اینها هم باز متاسفانه رها کردند. نسیانگاه به معنای همان فراموشی است که میگوییم، یعنی چیزی رو از خانه ذهن به در بردن، به بوته فراموشی سپاردن. گاهی نسیان به معنای ترک است. وقتی امری رو شما ترک میکنید مثل آن است که فراموش کردید، و کاری رو فراموش میکنید مثل آن است که ترک کردید. این دو با هم فرقی نمی کنند در مقام نتیجه. فنسو حزم به مازو کروبه، اینها متاسفانه از این حزی که خداوند به اینها داد، از اون وحی ناب و سخن ناب غفلت ورزیدند، فراموش کردند. و اینها هم یحرفونه، در موارد دیگر داریم، اینجا نیست، اما اینها هم از اون سخنان ناب وحی غافل شدند و متاسفانه مطالبی رو جایگزین وحی کردند که همون حکایت تحریف است. غفلت کردند از اون داده های پاکیزه الهی و وحیانی، اینها رو به کناری نهادند، به جای اونگاه اوهامات و اباطیلی رو جایگزین کردن که روح عیسی ابن مریم و خدای عیسی ابن مریم هم از اون خبر ندارد، و این رو به عنوان متن مقدس بازگو کردند و مطرح کردند. خب این متاسفانه جمله است که خداوند پیرامون مسیحیان هم در قرآن مطرح می کند، و گواه شاهد صادق در آستین باشد، و اثبات این هم و روشن شدن این دیگه کاملا وضوح دارد. و یه نگاه اجمالی به متون باقی مانده ای که تحت عنوان عهد جدید خوانده می شود، همین متونی که مسیحیان به عنوان متون مقدسشون و کتاب مقدس دارن، کاملا حاکی از این یحرفون الکلم عن مواضعه، و این نسیان و اون حظ و بهره الهی خواهد بود که متاسفانه گاه نکاتی را و چیزهایی را در این متون میبینیم که با ساختار وحی، با حقیقت وحی به هیچ وجه ملل وجوه تناسب نداره، که تناقض با خود متن انجیل داره. یعنی شما گاه در انجیل در این قسمتهای متنی رو میبینید، مطلبی رو میبینید که در صفحات و قسمتهای بعدی تناقض اون رو هم مشاهده میکنید. عرض میکنم خدمت دوستان، الان در صدد این بحث نیستم، اما چون مصداقی اگر موردی رو برای آیین شریف همینجا مطرح کنم، شاید برای تبیین افکار و روشنگری اذهان مخاطبان مفید باشد. فقط یه جمله کوتاهی رو من همینطور تنوعی نگاه میکردم غروبی خدمت دوستان عزیز، از انجیل میخوانم خدمت عزیزان. استحضار دارید که خب ترجمانی در سالهای نه چندان دور، یعنی حدود 20 و چند سال قبل از مجموعه متن عهد جدید، یعنی 4 انجیل و رساله رسولان مسیحی به پارسی، خود سازمان ترجمه متون کتاب مقدس و مسیحیان یه ترجمه پارسی کردن که این دیگه ظاهرین بهترین
ترجمه پارسی است که الان از این متن در دست وجود دارد. و در همون ابتدای به اصطلاح این متن خود مترجمان بزرگوار می نویسند که در قرن اول میلادی پس از صعود عیسی مسیح به آسمان عده‌ای به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح پرداختند. اینو همون سازمان ترجمه متون مقدس وابسته به کلیسای بزرگ مسیحیان می نویسد در اینجا. از بین این عده فقط 4 نفر بودند که با الهام از خدا نوشتند. به همین خاطر نوشته های این 4 شاگرد عیسی مسیح رسمیت یافت. پس انجیل که به عنوان اناجین اربعه شما معروف است در میان مسیحیان شرق و غرب عالم و متن اصلی اون رو، خب این متن انگلیسی اون بالاخره هست در دست ما، این گزارش 4 شاگرد مثلا عیساست از زندگی عیسی. پس بنابراین این سخنان عیسی مسیح مستقیما از زبان عیسی نیست. به همین خاطر نوشته های این 4 شاگرد عیسی مسیح رسمیت یافت و به 4 انجیل معروف گردید. 4 انجیل عیسی مسیح را به خواننده معرفی می کنند و جلوه های گوناگونی زندگی شکوهمند او را نمایان می سازند. این رو بازگو می فرمایند مترجمین بزرگوار این متن و آنگاه از انجیل متی هم شروع می کنند. ترتیب همینه، ابتداعا متی میاد، بعد آنگاه مرقس میاد، آنگاه یوحنا میاد و عرض به خدمت عزیزان در پایان عرض به خدمت جناب عالی 4 یوحناست و 3 لوقاست. مارک همون میشه مرقس، یوحنا در متن انگلیسی اون و ترجمه غیر پارسی اون همون جان خواهد بود که گفته میشه. در انجیل یوحنا من یه مورد رو فقط خدمت دوستان عزیز میخوانم و تناقض اون رو هم در متن انجیل فراوان میبینیم، نه یک جا دو جا. در انجیل یوحنا خب بالاخره معجزات عیسی مسیح در انجیل از زبان همین شاگردان فراوان است. این قسمت رو جناب یوحنا مطرح میکند، یعنی همون یحیی مطرح میکنه که البته باز در خود متن عرض به خدمتون به اصطلاح انجیل جان هم این کپچر توی به اصطلاح در قسمت دوم بحث یوحنا این مطرح میشه که اند فارده چطور فلان ادامه ماجرا رو مطرح میکند که دیگه حالا شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه. من متن پارسی رو میخونم برای عزیزان و مخاطبان خودم. یکی از معجزاتی که در اینجا مطرح میشه برای عیسی که شنیدنی است این است. اجازه بفرمایید من به راحتی متن رو با حوصله بخوانم. بالاخره حالا قدری هم انجیل بخونیم امشب و ثواب خوندن انجیل رو هم ببریم در کنار قرآن و کتاب مقدس. 2 بعد مادر عیسی در یک جشن عروسی در دهکده قانا در جلیل مهمان بود. عیسی و شاگردان او هم به عروسی دعوت شده بودند. در وسط جشن شراب تمام شد. مادر عیسی با نگرانی پیش او آمد و گفت مادر عیسی کیه؟ مریمی که یا مریم اغنوتی به ربک، همان قدیسه بزرگ. گفت شرابشان تمام شده است. یعنی نگرانی حضرت مریم الان اینه که این جماعت شراب ندارن. مثلا عیسی فرمود من حالا نمیتوانم کاری بکنم چون هنوز وقتش نیست معجزه کنم. در آنجا 6 خمره سنگی بود که فقط در مراسم مذهبی از آن استفاده می شد و هر کدام حدود 100 لیتر آب می گرفت. عیسی به خدمتگزاران فرمود این خمره ها را پر از آب کنید. وقتی پر کردن فرمود حالا کمی از آن را بردارید و پیش کت خدا ببرید. وقتی کت خدا آن آب را که شراب شده بود چشید، داماد را صدا زد و گفت چه شراب عالی، مثل این که شما با دیگران خیلی فرق دارید، چون معمولا در جشنها اول با شراب خوب از مهمانها پذیرایی می کنند، بعد که همه سرگرم می شوند شراب ارزانتر می آورند، ولی شما شراب خوب را برای آخر نگه داشتید. او نمی دانست که شراب از کجا آمده است، ولی البته خدمتکارها می دانستند. این معجزه عیسی در دهکده قانای جلیل اولین نشانه قدرت عوض کننده اون بود و شاگردان ایمان آوردن که او واقعا همان مسیح است. یعنی عیسی 600 لیتر آب رو تبدیل به شراب میکنه، بعد دیگران نبوتش رو قبول میکنن. مثلا
پیامبری که اثبات نبوت اون بخواهد با تبدیل آب به شراب باشد، اعراض از نبوت اون هم احتمالاً با تبدیل شراب به چیزی دیگری خواهد بود، مثلا فرض بفرمید. خب آیا دوستان عزیز، ببینید چنین عبارتی مثلا در متن انجیل، اون هم انجیل یوحنا، با اون جایگاهی که یوحنا دارد، یحیی دارد، مثلا اون جایگاه رو جان دارد، مثلا چه می شود؟ و حال اینکه در خود همین انجیل مواردی می بینیم نهی عیسی مسیح و از شراب و از شرب خمر، اینها با هم فنسو حزم مما ذکرو به، رها کردن اون حزی است که خداوند به اینها داده است. یحرفون الکلمه عن مواضعه، با چیزی متن این کتاب پر می شود که متاسفانه بخش های اون چنین ناخوانا و ناهماهنگ با ساحت مقدس مردان الهی و پیامبران بزرگ وحی است. خب این قرآن فرمود فنس و حزن من مازوک روبه فاقرینا بینهم العداوت و البغضا، فاقرینا بینهم العداوت و البغضا. اونگاه به لحاظ این کارها و اعمالی که انجام شد در میان مسیحیان هم فقرینا، ما قرار دادیم به پاس کارهاشون، سزا کردارشون، یعنی نتیجه عملیشون اینه. در اون نوبت اشاره کردم در همه این موارد اینکه خداوند به خود نسبت میدهد، یعنی اجرا قاعده و قانون الهی اینه، نتیجه و بازتاب این است. فقرینا در خود لغت اقرار به معنای وادار کردن است، در خود لغت اقرار به معنای الساق به کار برده میشود، کسی رو متصل به یک کاری کردن. ما اقرینا یعنی القینا، قرار دادیم در بین ایشان عداوت و بغضا را. احتمال میدیم که عداوت و بغضا مثلا یک معنا میدهند. بله، بغض اون شناعتی است که در جان می نشیند، هنگامی که بغض عملی پیدا میکنه میشه عداوت. وقتی بغضها از سینه به دست میریزد و عملی میشه، میشه چی؟ میشه عداوت. اون بغض است و این عداوت است. فاقرینا بینهم العداوه و البغضا، نتیجه دور شدن از اون اصول هدایت، نتیجه دور شدن از اون آموزه های نورانی این شد که کینه ها و حقد ها و عداوت ها در میان اینها جاری شد و جریان پیدا کرد و اینها بدخواهی به هم پیدا کردند، اینها دستبندی پیدا کردند، دشمنی با هم پیدا کرد. گاه در طول تاریخ شدیداً به جان هم افتادن. در این عصر و زمان ما، در همین دوران معاصر ما، میبینیم بالاخره دو جنگ بزرگ خانمانسوزی که پیکره بشریت رو لرزان و میلیون ها کشته گرفت و میلیون ها قربانی از بشریت به انحاء مختلف گرفت، در دامن مسیحیان میجوشد و در میان کشورهای مسیحی جریان پیدا میکند. در میان مسیحیان فقرینا بینهم العداوه و البغضا. هنوز هم شما سال به سال در ایرلند تلفات و قربانی های نزاع کاتولیک ها و پروتستان ها رو شاهدید. در اون جشن رسمی سالانه این قربانی ها رو میبینید و این عرض به خدمتون نزاع ها رو میبینید و در سطح دنیای مسیحیت این نتیجه دور شدن از وحی است که حال روز مسلمانان هم همینه است. یعنی هنگامی که مسلمانان هم یحرفون الکلمه عن مواضعه، وقتی مسلمانان هم تحریف کنند، حالا تحریف لفظی ندارن، تحریف معنوی، وقتی اونها هم با همون نوبت اشاره کردم، وقتی بیان تحریف کنن اینها هم در خیلی از حقایق وحی و قرآن، بیان ذکر قرآن رو تحریف کنن، حکمت قرآن رو تحریف کنن، توحید قرآن رو تحریف کنن، نتیجه اون می شود که اینها هم فقرینا بینهم العداوه و البغضا، قبلشون یکی، نبیشون یکی، کتابشون یکی، مسیرشون یکی، اما گاه می بینید که گریبان هم می گیرن و نزاع و تنازع و تخاصم هم بین اینها فراوان دیده می شود. نتیجه چیه؟ از کجا برمی‌خیزد؟ نسو حزن من مازوک روبه، فراموش کردن اون حز وحیانیشون، تحریف در ساحت قدسی وحی، مسیر رو در میان جامعه از وحدت به تخالف، از آرامش به تنازع بدل می کند. حال جمع مسیحیان باشن یا جمع مسلمین باشن تفاوتی نمی کند. این هشداریست که خداوند مطرح می کند. الى یوم القیامه، این خواهد بود تا روز قیامت. خب از این کلمه الی یوم القیامه در عینی که میفهمیم اینا خب بالاخره بر نمیگردن از مسیرشون، یعنی این تصحیح نمیکنن متونشون رو و نمیپذیرند،
بعضی از این اصلاحات رو به تعبیر ما، خب طبعا این تاوان اون رو هم میدهن به این اختلافات و نزاعهای بین این گروه و صدها فرقه مسیحی، صدها فرقه مسیحی که روز به روز هم گرایش های مختلفی پیدا میکنند، اینها میان و موجب نزاع و تعارض میشود. این ادامه پیدا میکند الی یوم القیامه. در این حال دوام و بقاء مکتب مسیح رو از این آیه شریفه میفهمیم که مسیحیان الی یوم القیامه حیات دارند. جامعه مسیحی تا روز قیامت بساطش برچیده نمیشود، تا خود قیامت، الی یوم القیامه. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، و خداوند آگاهشون میکند اینها رو به حقیقت اون اعمالی که انجام دادند و اون رفتاری که از این جماعت سر زد. به دنبال اون فرمود یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب و يعفو عن كثير. فرمود یا اهل الكتاب، حال دیگه اینجا وقتی بعد از ذکر گروه اول و گروه دوم میبینیم خداوند عنوان یا اهل الكتاب رو میاره که این شامل هر دو میشود، هم جماعت مسیحیان هم جماعت یهودیان. ای اهل کتاب، دارندگان کتاب، استحضار دارید خود خطاب گاه جنبه تهییج دارد، گاه جنبه تأیید دارد، گاه جنبه ایجاد حس مسئولیت دارد. یعنی گاهی به شما میگن آی جوان مرد، یعنی خب از شما بهید است. میگن آی آدم درس خونده، یعنی خب دیگران این چنین، اما شما چرا؟ یعنی خود عنوان خطابی گاه جنبه تثبیت مسئولیت دارد، چنین حالتی رو دارد. کما اینکه قرآن به مسلمانان میبینید این خطاب یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آن کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ یعنی دیگران بگن اما شما چرا؟ شما چرا فاصله بین گفته و عملتان دیده می شود؟ شما چرا مدعی هستید عامل نیستید؟ شما چرا این فصل ناپسند زشت میان گفتار و کردار را دارید؟ شما از شما بعید، این با ایمان نمی سازد. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یعنی خود اون عنوان حس مسئولیت، حس تعهد رو ایجاد میکند و سنگین میکند کار رو. یا اهل کتاب، اهل کتاب، شما که مثل جاهلیت عرب نیستید، شما که مثل خیلی از جماعت نادان و دور از ذکر و کتاب و وحی و قدسیت نیستید، شما مأنوسید با پیامبران الهی، شما آشنای با میراث مبارک تراث شریف پیامبران و فرستادگان وحید، دیگه شما چرا اینقدر بیگانه باشید؟ مگر شما رو به چی دعوت میکند وحی؟ یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، آمد برای شما رسولنا، این نایی هم که در اینجا وجود دارد، رسولنا، رسول ما، و مراد از این رسول مشخص است که وجود مقدس ختم رسولان پیامبر مکرم اسلام رو مطرح می کند خداوند. اما تعبیر رسولنا، پیامبر ما، این نا به اصطلاح اضافه تشریفی است، سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل البیت است، از ما خاندان است. گاهی نام میاد و جنبه چی داره؟ جنبه تعظیم و تشریف و رسول و نام، رسول خودمان، پیامبر ما، پیامبری که ریشه او و کار او وابسته در اون وحی مبارک است. فرمود که یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، که این بیان می کند برای شما، بله، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، این رسول آمده است که چه بکند؟ تبیین کند. یبین، کار این رسول تبیین است. چه چیزی را میخواهد برای شما تبیین کند؟ این رسول آمده است که تبیین کند برای شما کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، خیلی از چیزهایی که شما پنهان کردید از کتاب. این برمیگرده به همون بحثی که ابتدای سخن بازگو کردید. خیلی از اون بشارات عهدین الان دیده نمی شود،
در متن تورات و انجیل نیست. بشارات عهدین، اون بشاراتی که از انبیاء پیشین در کتب آسمانی گذشته مطرح شد، اینا تخفونه، مخفی شد. خیلی از مسائل و تاریخ اجتماعی یهودیان و مسیحیان مخفی شده است. خیلی از اون حوادثی که قرآن بیرون میکشد و مطرح میکند و بازگو میکند گاه، و خیلی از رفتارهای ناپسند که گاهی رگه های از اون رو تو تورات میبینیم، نسبت به مثلا شعیب نبی، نسبت به داوود پیامبر، نسبت به سلیمان نبی، یه مطالبی که خب اینها واقعا به درد می آورد دل موحدان رو که چنین مطالبی نسبت به این انبیا و بزرگان گفته شود. اینها تخفونه من الکتاب، اینها مخفی شد و پنهان شد و شما اینها رو رو نکردید. خیلی از حوادث آینده، خیلی از احکام مخفی شد، رو نکردید. مانند هم صراحت در حرمت شراب رو، نه نهی فقط، صراحت در حرمت شراب رو و خیلی از احکام این چنینی رو. این پیامبر می آید یبین، آشکار می کند همین ها را، یعنی آشکار می کند خیلی از احکام پنهان شده تورات و انجیل را، آشکار می کند خیلی از تاریخ گذشته بنی اسرائیل را، آشکار می کند خیلی از اون حوادث، بشارت هایی را که شما نگفتید. میاد میگد که عرض به خدمتون، آمده از پیامبری که مبشرن به رسول نیعتی، میاد این رو سوره مبارکه صف این جمله رو بازگو میکند، پارقلیت رو، فارقلیت رو از زبان عیسی در عهد قدیم، عهد جدید مطرح میکند و بازگو میکند، اما شما مخفی کردید، حالا یبین تبیین میشود. در این حال و یعفو عن کثیر، و این پیامبر یعفو عن کثیر و گذر میکند از خیلی. حالا این گذر میکند از خیلی دو معنا دارد. پیامبر مکرم اسلام اومدن خیلی از نگفته ها و پنهان شده ها رو بازگو کردند، اما بعض از مسائل هم و بعض از قضایا و حکایات و موارد بود که دیگه گفتن اینها فایده ای ندارد که پیامبر برگردند و واخوانی تاریخ بکنن که اینجا این خط رو کم و زیادش کردید. وقتی ثمره عملی نداره، نتیجه ای برای بشریت ندارد، دیگه زمان و عمر 23 ساله رسالت پیامبر هم اختصاصی نمی کند که عمرشون به تمام ریزکاری ها و جزکاری ها و نقد های اونچنانی بگذرد و بگذراند. لذا طبعا یه بخش های یعفو عن کثیر، خیلی چیزهایی رو نه. بعضی از مفسرین این آیه را اینطور مطرح می کنند که در عین اینکه این پیامبر یبین آمده از تبیین می کند، تبیین او از سر مهربانی است، لذا و یعفو عن کثیر، از خیلی از برخورد های شما میگذرد، رها می کند. عفو به معنای ترک کردن، رها می کند، از سر دوستی نگاه می کند، از سر مودت و محبت نگاه می کند، نه از سر عداوت و برخورد تند و خشن با شما. و یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، مگر چی برای شما آمده است و چه چیزی آورده است این رسول؟ جاءکم من الله نور و کتاب مبین، برای شما نور آمده است، چیزی که زندگی شما رو روشن‌تر کند. کتاب مبین آمده است، دستورالعمل، نکات معرفتی، نکات اخلاقی، حکمت‌های روشن، حقایق ناب آسمانی مبین و آشکار رو این پیامبر برای شما آورده است. این دقت بفهمید، نکته ادبی رو عرض کنم در اینجا. فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور آمده است برای شما، بعد میگید و کتاب مبین. حالا این نور چیست؟ این واو، واو تفسیری میشه، عطف تفسیری میشه، میشه و کتاب مبین. این نور کتاب مبین است. خب پس شدن دوتاشون یکی. این نوری که آمده است همین کتاب مبین است. خب این که به قرآن نور گفته شده باشه میدونیم زیاد است این فراوان. انزلنا الیکم نورا مبارکا، این نور مبارک است، فرستادیم برای شما، که به قرآن نور گفته شده است. چون قرآن تمام ظلمت ها را، ظلمت جهل را، ظلمت کفر را، ظلمت شرک را، ظلمت فسق را دور می کند از انسان و انسان را با دنیایی از انوار متعالی الهی آشنا می کند، مسیر زندگی را منور و نورانی می کند، صفحات ظلمت را از دل می برد و جان را شرح صدر می دهد و نورانیت می دهد. من شرح الله صدره للاسلام و هو علی نور من ربه، انسان رو در یه مسیر نورانی قرار میدهد و این تیرگی ها و ظلمت ها رو از جان میشوید و به کناری میدهد.
اما ممکن است این واو که عرض کردم الان واو تفسیری نباشه، بلکه قد جاءکم من الله نور، نور یه چیز باشه و کتاب مبین چیز دومی باشد. در این صورت کتاب مبین میشه خود قرآن، پس نور چی میشه؟ خود وجود ناظرین پیامبر، خود پیامبر میشد نور، میشد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. میشه این پیامبر وجود سراج است، نور است، شمس است، خورشید ملک ولایت است، خورشید ملک نبوت است، اون نورانیت عرض به خدمتون نیر تابناک مقام نبوت و رسالت، این نور است. از پیامبر تعبیر به نور میشه به این تفسیر دوم. و این رو گاهی گفتیم خدمت عزیزان، شرط شناخت و معرفت وجود نور است. یعنی شما وارد فضای اتاق میشید، چشم کارایی کامل دارد، گوش شنوایی کامل دارد، آشنایم هستید با این فضا، اما ظلمت این اتاق رو فرا گرفته است. اون چه میخواهید پیدا کنید پیدا نمی کنید، کورمال کورمال دست رو این طرف و اون طرف میزنیم، اما پامونم بند میشه به زمین میخوریم و راه پیدا نمی کنیم به اون چه میخواهیم، نمی جوییم نمی یابیم. اما این کلید رو که میزنن چراغ که روشن میشه، حالا چشم شما به کار می آید، حالا میتونید با قوه لامستون لمس کنید، بردارید. یعنی چشم هست، اما تا زمانی که نور نباشه این چشم، این ابزار افاقه نمی کند، فایده ندارد. انبیا نورند، پیامبر مکرم اسلام نور است، عیسی نور است، موسی نور است. یعنی اینها که میان، اونگاه ابزارهای فکر و چشم و گوش انسانها به فعالیت می افتد، اینها میان بارور می کنند، شرط شناخت رو در شناخت شناسی مهیا می کنند و معرفت انسان رو به تکامل می رسانند. فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. از زیباترین جملات است این جمله. خداوند به این نور و کتاب مبین، به همین نور و کتاب مبین یهدی، میخواهد که شما را، ای جماعت بزرگوار، شما را یهدی، هدایت کند. الله چه کسی رو؟ البته این همه رو هدایت میکند، این نور و کتاب مبین، نه دیگه. من تبع رضوانه سبل السلام، اون کسی که میخواهد رضای خدا رو بجوید، اون کسی که برای اون مهم است، دغدغه رضای الهی را دارد، این کتاب اون رو هدایت میکند به سبل السلام، این رو هدایت میکند به سبل، نه سبیل السلام. سبل جمع سبیل است. اون کسی که میپسندد، اون کسی که مهم است برای او، سرلوحه کار خودش رو رضای خداوند قرار میدهد، این نور و این کتاب مبین هدایت میکند اون رو، دست اون رو میگیرد و در سبل سلام رهنمون میکند. کلمه سلام رمز عافیت و امنیت، رمز عافیت و امنیت. اون کسی که میپسندد رضوان الهی و رضای خداوند رو بر هوا و بر خواستهای خود مقدم میدارد، نتیجهش این میشه که قرآن اون رو، این نور اون رو، این کتاب مبین اون رو به راههای امن و سبل سلام رهنمون میکند. نفرمود این سبل سلام یعنی راههای سلام و امنیت در عیش و زندگی دنیا، یا در اون راه ها و شاهراه های بهشت و جهان باقی، نه. این به اصطلاح وقتی که ذکر نشد دیگه، این حسب المتعلقه و همه رو میرساند. یعنی راه های امن عیش و زندگی دنیا را، راه های امن عیش زندگی عقبا را، هر دو را. این کتاب مبین اونقدر توانایی دارد که هم سبل سلام دنیا رو نشان بده به انسان ها، یعنی راه های امن و امان رو در زندگی دنیا، راه های پاک زیستن و عیش طیبه و حیات پاکیزه و طیبه را در دنیا نشان می دهد، و هم دیگه اون سعادت ها و طبقات عالی و مراتب عالی انسویی رو انسان رو به اون رهنمون می کند و راهنمایی می کند. و یخرجهم من الظلمات الی النور،
و این کتاب مبین دعوتش این است که برون بکشد شما را، انسانها را، از ظلمت، ایشان رو از ظلمت ها به سوی نور، اینو از ظلمات به سوی نور بدر آورد. بإذن الله این کار نمیشه، هیچکی از ظلمت به سوی نور نمیاد مگر بإذن الله، مگر به اذن الهی، مگر به توفیق الهی، مگر به حکم الهی و فرمان الهی. یه نکته ای رو اینجا میبینیم که همه جا میبینیم در قرآن، در سوره مبارکه بقره در آیت الکرسی هم همین رو میبینید، الله ولی الذین آمنوا، بعد اونجا هم میگید که خداوند یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا خداوند اینا رو ظلمت بده. نوعا در قرآن میبینید ظلمات جمع میآید و نور مفرد. اینو گاهی سوال میکنن، گاهی هست کسانی که دقت دارن در آیات به سادگی نمیگذرن، میگن چرا ظلمت تو قرآن جمع میاد و نور مفرد میاد؟ مثل اینکه شاید یه علت ساده قضیه این باشد که یک چراغ است در این خانه، از پرتو آن هر کجا مینگرم انجمنی ساختند، نور یه منشأ دارد. قل ان الهدى هدى الله، هدایت و نورانیت یک منشأ دارد، یک نور است، یک منشأ است، یک ریش است. الله نور السماوات والارض، یک نور بیش نیست. اما ظلمت متعدده، گاه ظلمت ظلمت جهل است، گاه ظلمت ظلمت کفر است، گاه گاه ظلمت شیطان و ابلیس است، گاه ظلمت نفس است، گاه ظلمت مال است، گاه ظلمت جاه است، گاه ظلمت شهوت است. ظلمت تعدد داره، شعب داره، بعد که متراکم میشه میشه ظلماتون بعضه فوق بعض، این متراکم میشه، ظلمت درون، ظلمت برون. اما نور نه، هر کجا که خانه کند همان نور است. یهد الله لنوره من یشاء، هر کسی که نوری دارد از همان نور دارد، هر کسی که تراوتی دارد از همان منشأ تراوت دارد. این یکیست، هر کجا خبری است از اوست، از جای دیگری نیست خبر، کسی توفیق از جای دیگر نمییابد. پس این نیاز به تعدد نداره، نیاز به جمع نداره، انوار نمیخواد بشه، این نور جنس میاد، اسم جنس میاد، نور است، جنس نور است. اما اون ظلمت ها تعدد رو میرساند و این نور در تقابل با اون ظلمت های متعدد است. فرمود این کتاب برون میکشد اینها رو از ظلمت ها به نور بإذن الله، و یهدیهم الی صراط مستقیم، و اینها رو هدایت میکند به صراط مستقیم، به اون صراط قویم، پایدار، پاکیزه و استوار. حالا اینجا ابتدای آیه فرمود این کتاب آمد که یهدی به الله، خدا هدایت کند به این اون کسانی که طالب خوشنودی و رضای الهی هستند به سبل السلام. بعد میگد و یهدی، اینا رو بیرون بکشد از ظلمت به نور. بعد حالا و یهدی هم الی صراط مستقیم، به اینا رو هدایت کند به صراط مستقیم. دو تا هدایت میاد، یه هدایت اول، یه هدایت دوم. حالا اون هدایت اول هدایت عام باشد، این هدایت دوم هدایت خاص. اگر اینطور بگیم آیه رو یک بعد عرفانی لطیفی پیدا میکند. یعنی ببینید این کتاب مبین میاد، اون کسی که طالب رضا الهی است این رو قرار میدهد در جاده امن الهی، این رو از دربدری، از تحیر، از حیرانی، از پریوشی این رو بیرون میکشد و قرار میدهد در یه مسیر مستقیم نورانی پاکیزه امن و امان، سبل السلام. خب حالا وقتی این تو این مسیر قرار گرفت و ادامه سیر داد، ظلمت ها را یکی بعد از دیگری طی کرد، اونگاه و یهدیهم الی صراط مستقیم، هدایت بعدی میاد، این دیگه هدایت خاص. این صراط مستقیم دیگه اون صراط مستقیم فهم ذهنی ما نیست، این صراط مستقیم این همان صراطی است که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهداء و الشهداء و الصالحین، این اون میشه، این میشه صدیقین، انبیا، شهداء، صالحین، اون کسانی که
درونشون و برونشون را صدق گرفته است، اونها که به صف نبوت پیوستند، اونها که شهود صحنه های مختلف خلق کردند، اونها که صلاحیتشون رو خدا تایید میکنند. این صراط مستقیم اونه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اگر شد فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اون انعمت علیهم باقی این چهار گروه هم. اگر کسی طی کنه واقعا بیاد تو سبل السلام قرار بگیره، این ظلمت ها رو بگذارد، ظلمت نفس بگذارد، ظلمت شهوت بگذارد، شقب است و جهل و ظلمت، اگر اینها خوراها و با خشم و شهوت شقب است و جهل و ظلمت، اگر بتونه این پرده ها و لایه ها رو بدرد و به کناری بنهد و به اون نور متصل بشه. یه جمله عجیبی داریم، دعا فوق العاده شگفت‌انگیز، به این سخن عجیب شعبانیه که انشاءالله در پیش میاد ماه شعبان، از زبان این بزرگ انسان وارسته خلقت سید و ساجدین و زین العارفین میبینیم که وجود دارد. الهی الحقنی به نور عزک الابهج، خدایا من ملحق کن به نور عزک الابهج، به نور عزت خودت که خیلی بهجت دارد، خیلی سرور دارد، خیلی نشاط دارد، خیلی مبتهج می کند جان رو، منبسط می کند وجود را، که اگر این کار بشود الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا، بعد من در سایه اون نور تو را می بینم و معرفت به تو پیدا می کنم، و بعد اگر تو را بشناسم و انسواک منحرفا، دیگه مثقال ذره اعتناع به غیر تو نمی کنم. علت این که من به دیگران رو می کنم اینه که تو رو نشناختم. هر کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش، بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا، این همان نور است، این همان نور است. اگر کسی متصل به این نور شد، بعد همین جمله سخن امام سجاد میشه، میشه و یهدیهم الی صراط مستقیم، میاد تو هدایت خاصه. و این رو به بیان دیگه عرض کنم، باز خدمت دوستان روانتر و ساده تر عرض کنم، این میشه همون تعریفی که از هدایت گاه کردیم خدمت عزیزان. گاه گفتیم هدایت این است که راه این است، چاه این است، جان برادر بسم الله. گاه این نیست که به شما آدرس بدن درز به خدمتون، بگویند نمیدانم حرم مطهر از درزا کجاست، بگید از این فلکه اول رد میشید به این میدان دوم میرسید، بعد به دست راست میروید دو چهار را رد میشید، گنبد مطهر میبینید، السلام علیک ایها الامام الرؤوف میگید، پیش رو میایستید. این هدایت است، خیلی ممنون متشکرم راه رو نشان دادید. اما گاه وقتی میگید حرم مطهر است، درزا کجاست، خانه دوست کجاست، بعد اونگاه دست شما رو میگیرند و میگن بنشینید، مینشینند، بعد پیش روی گنبد مطهر و درب مطهر میفرمایند بفرمایید این، حالا وارد بشی، حالا پا به حریم قدس بگذارید، فخ لعنه علیک انک بالواد المقدس طوا، اینجا دیگه مؤدب باشید، بدانید وادی مقدس طواست. اون هدایت اولی رو گفتیم، اراعت و طریق، راه رو نشان دادن. این هدایت دوم، ایصال الی المطلوب، یعنی شما را به کجا رساندن؟ به مقصد. هر دو رو خدا عمل میکنه، اما شرط رسیدن به دوم طی کردن اولی است. یعنی این اولی رو درست اگر کسی بگیرد، به جد و جان و جهد بگیرد، مسلم به قله دومی نائل میشود. اگر وقتی راه رو نشان داد گرفتید و حرکت کردید، اگر یهدی به الله و من تبع رضوانه سبل السلام رو پذیرفتید و آمدید، بعد میشه و یخرج هم من از ظلمات الى نور باذنه، بعد یه مرتبه تا نگاه میکند، میبیند باده وصل رو مینوشد، سرخوش از جام الست میشود، بعد میشه و یهدی هم الى صراط مستقیم. ما اینها رو خودمون به صراط مستقیم هدایتشون میکنیم و با آن راه ویژه و مستقیم میخوان. خب این جمله گفته شد و باز هم به ناز در این آیات بعض از گلایه ها و نقد ها مطرح بشه. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم،
این سخن نابجایی است، سخن کافرانه است. نسبت به خداوند اگر کسی بگوید ان الله هو المسیح، خدا همان مسیح است، فرزند مریم، اگر کسی این جمله رو بگوید، عیسی را خدا بداند یا آنکه پسر خدا بداند، این شائبه ای از ناسپاسی و کفر، پوشیدن حقیقت نسبت به خداوند سبحانه است. خب این بحث بالاخره قرآن این رو بازگو می کند و استحضار دارید یکی از معضلات فکری، شاید مهمترین پیچیدگی فکری و عقیدتی در طول تاریخ در پیکر مسیحیت همین بحث بوده است، همین بحث تثلیث، این که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اینی که در آیات شریفه اون تثلیث رو خداوند مطرح میکند. آنی که گاهی بزرگان مسیحیت از اون تعبیر به وحدت در تثلیث میکنند، تثلیث در وحدت میکنند، یعنی هم میخواهند اون اعتقاد به خدای یکتا رو مطرح کنند، هم در این حال نمیتوانند از خدای پدر، خدای پسر و روح القدس بگذرند، هم این تثلیث هم در این حال اون وحدت. حالا دیگه فرصت نیست، الا گوشه هایی رو نگاه میکردم باز از رساله پولس حکیم که خیلی زیبا صریح روشن مطرح میکنه بحث رو، ابایی هم ندارن و فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، اشاره میشه به این بالاخره این پسر خدا چنین و چنان و اون، حالا سزه به مثلث گفته میشود و مشخص میشه. بر تقدیر این در دامن مسیحیت بوده است، این بحث متکلمان صاحب اندیشه مسیحی در عصر و زمان ما واقعا تلاش کردن و تلاش میکنن که این رو به گونه سامان بدن، این بحث رو از این وضع به در بیارن. حالا بگن این تعابیر مجازیه، تعابیر حقیقی نیست، این ابن الله مجاز است، اون تثلیث مجاز است، اما ظاهرا بالاخره این دیگه یه چیزی است که غیر قابل انکار در دامن مسیحیت، این تثلیث. هرچند شما از اول انجیل رو، همین چهار تا انجیل رو برداری تا آخر بخوانید، یک جا دعوت به تثلیث نیست، یعنی بحث تثلیث در خود متن انجیل جایگاهی ندارد. این از تحولات و تطوراتی است که در همون رساله های بعدی که عرض کردم در دامن مسیحیت ایجاد میشه، و این را بدونید اصلا این چند مبدعی بودن برای وجود خیلی قدمتش قبل از مسیحیت است. یعنی شما در آیین های گذشته ایرانی دو مبدعی رو میبینید دیگه، به زرتشت ترجیح ندارم چون زرتشت حالا بحث و حدیثش بماند، هست نیست، اینا بحثای خودش رو دارد، اما آیین‌های گذشته ایرانی زوربانیه بودند، اینها دو مبدع بودند، مبدع خیر مبدع شر واقعا قائل بودند، یعنی اینا اصلا هر چیزی که احساس میکردن شر ظلمت بد چیه این احساس میکردن، اینا اصلا جدا میدانستن خالق اون رو، مسیح اون رو، همه چیز اون رو، و تجزیه میکردن دیگه. در سوابق تاریخ تمدن از اسطوره ها بگیرید تا تحقق در سرزمین هند، مبنای تمدن هندیان بر تثلیث بوده است. اینها غالب خدایان هند سه خدای اصلی بودند، اینها غالب این بودند، شیوا رو قائل بودند، اینها فیشنا رو قائل بودند، یا سه مبدع قائل بودند و سه خدا قائل بودند. سه مصریان گذشته، ساکنان اسکندریه، اینها هم قائل به اقانیم ثلاثه بودند، سه مبدع برای وجود قائل بودند، سالوس قائل بودند. و بالاخره محققان و دین پژوهان بعضن معتقدند که شاید این انعکاس این تمدنها در دامن مسیحیت در یک گفتمان فرهنگی در طول تاریخ برای پیش برد مسیحیت موجب شدند بزرگان عالم مسیح یه مقداری عقب نشینی کنن و پاری از این مطالب رو در دل خودشون جذب کنن و تثلیث وارد فرهنگ مسیحیت شد و بعد خب در دل تاریخ سیر خودش رو پیدا کرد و تا به اینجا رسید. این بحثایی است که حالا دیگه من اجمال گفتم و اینها بحثای طولانی تری رو میطلبد. اما اگر ملتزم به این بحث باشد کسی، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح، اگر کسی بگوید مسیح ابن الله است یا خداست، پسر خدا یا خداست، اون آیات زیبای سوره مریم تنین می اندازد در کنگره وجود و هستی که قال انی عبدالله
آتانی الکتاب و جعلنی نبی، که همان روز نخستین این فرزند مریم با اون صوت جلی و زیبا میگوید که اینی عبدالله، من عبدالله هم، و از همون اول سنگ عبودیت رو محکم میکند و افتخار عبودیت رو برای خیش تثبیت میکند. قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه. وقتی که بناس اقتدار الهی مطرح بشه دیگه ما اینجا انبیا و گرب محشر خطاب قهر کنند، انبیا را چه جای معذرت هست. یک سطوت الهی از تجلا رب کل الجبل فجعله دکن دکا و خر موسا سائق. یک تجلی خدا موسا رو مدهوش میکنند. دیگه عیسی و موسا در قبال سطوات الهی چه هستند و چه هستند؟ اینها نخبگان بشری، نخبگان خلقت، اما در قبال جلال و جمال الهی که اینها خر موسا سائقا، اینها که قال انی عبدالله، اینها که خودشون ذره ای میدانند، اینها که میگویند رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اینها که میگویند اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی مع المساکین به تعبیر پیامبر اسلام، خدایا فقر فخر من است، من فقیر تو هستم به تعبیر نبی مکرم اسلام، اینا که خودشون رو در قبال جلال و جمال الهی ذره ای در آسمان توحید میبینن، نه بیش از این. حالا برای این بحث قل فمن یملک من الله شیئا، بگو کی میتواند مالک قدرتی باشد در قبال خدا اگر خدا اراده کند ان یهلک المسیح، که مسیح رو از میان ببرد اصلا نابود کند. چرا این جمله رو میگه خداوند؟ اگر مسیح ابن الله باشد، اگر مسیح جزئی از اجزاء خدا باشد، بعد خداوند هلاک دارد؟ خداوند نابودی دارد؟ خداوند محدودیت دارد؟ نه. اما خدا اگر اراده کند مسیح رو میبرد، مادر مسیح رو میبرد، این مسیحی که نبوده سابقه عدم داره به وجود میاد و خداوند اون رو میبرد. این چطور شد؟ چه سنخیتی بین مسیح و الله خالق وجود است که الحی الذی لا یموت است؟ این چطور میخواد سنخیت ایجاد کنید؟ انا یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، از آدمش تا خاتمش بگید، اگر خدا اراده کند به یک آن همه موجودیت زمین رو نابود کند، چه کسی مقابل قدرت او؟ عیسی میتواند جلو خدا رو بگیرد؟ نوح میتواند؟ ابراهیم میتواند؟ عیسی موسی میتواند؟ من ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. لذت توحید تو این آیه، این خدای مقتدر، این خدای با تمام این عظمت و جلالت. حالا این خدا به عیسی میگوید و کلمته القاها الی مریم، این عیسی کلمه من است، این عیسی روح من است، میگوید و رسولنا، این پیامبر عربی رسول من است، و اصطنعتک لنفسی، موسی تو رو برای خودم ساختم. این مظهر قدرت. بعد این بندگان خودش رو اینطور نخبه می کند، برون می کشد و اینها رو این چنین قریب صفات خیش می کند. فرمود ولله ملک السماوات والارض ما بینهما، از آن خداست مجموعه ملک آسمان ها و زمین و اون چه در بین این هاست، یخلق و مایشا، خداوند اگر بخواهد عیسی می آورد، موسی می آورد، یخلق و مایشا، والله علی کل شیء قدیر، و خداوند در هر امری تواناست و نیروی کافی را دارد. خب این ادامه دارد هنوز، این بحث و آیات دیگری رو هم پیرامون این مطلب هنوز ذات باری تعالی مطرح می کند که انشاءالله در نوبت های آینده با دوستان و عزیزان در میان خواهیم گذاشت. بسمک العظیم العظم و العزر عجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.